سلام آقای دکتر. سلام عزیزم، خیلی خوش اومدی. مخلصه. چقدر مدرک پدرک گرفتی دکتر؟ یه چند تاشون بدیم و میزنیم به دیوار اتاقمونا. خب آقای جمشیدی، شما کار چیه؟ منو نشناختی دکتر؟ من پژمان جمشیدی هم. پژمان جمشیدی؟ نه متاسفانه. آقا دقت کن. خب این نیمروخ راست، نیمروخ چپتون رو محبت کنین. ای اینکم بزن. نه برش دار. نه قبلا هم دیگه رو دیدیم. بابا دکی، من فوتبالیستم، بازیکن تیم ملی بودم پرسپولیس. خب من اساسا خیلی اهل فوتبال نیستم، من بازی های واترپولو رو دنبال میکنم. واترپولو؟ بله. همینه پس بابا بگو. در هر حال از آشنایتون خیلی خوشحالم. مخلصی. الان چی کار میکنی پژمان جان؟ بازنشسته شدی دیگه، به سلامتی. دکتر زبونتو باز بگی، تازه من 33 سالمه. خب ولی خب اینجا نوشته که شما متولد 56 عزیزم. خب میشی 36 سال. آه شما از اون لحاظ میگی. خب اینو شناسنامه بازید گرفته بودم مدرسه و اینجور چیزا. خب متوجه شدم، بسیار عالی. یعنی الان فوتبالیست هستی دیگه؟ بله. چه تیمی؟ تو چه تیمی بازی میکنی؟ میگم تو چه تیمی بازی میکنی؟ البته الان که دارم با شما صحبت میکنم تیم ندارم، ولی پیشنهاد دارم، دارم روش فکر میکنم و تیمم تو شهرستانه. آها شما کار کاسبی چطوره دکتر؟ مریض پریض زیاد داری؟ شکر میگذره حالا. نه برای 20 دقیقه کلی پول میگیری میخوای نگذره؟ نه شوخی میکنم. حالا مریض پریض روزی چند تا داری دکتر؟ روال کار ما روانشناسا اینه که شما صحبت میکنی، از خودت میگی، من به حرفات گوش میکنم و سعی میکنم کمکت کنم. متوجه شدی؟ من مشکلی ندارم آقای دکتر. خب اگه مشکلی نداری عزیزم، اینجا چیکار میکنی پژمان جان؟ بگو عزیزم، راحت بگو، کسی اینجا نیست، خیالت راحت باشه. شما دهنت قرصه؟ خیالت راحت باشه پژمان جان، حفظ اسرار بیمار جا... بیمار؟ من بیمار نیستم دکتر جان، روزی 4 کیلومتر میدوم در روز. آفرین. همین الان با شما شهر میارم، شما 500 متر بدویی به روغن سوزی میفتی. بیمار؟ من دهنم قرصه عزیزم. باشه؟ بگو به جون مادرم. به جون مادرم؟ مطمئن باش دارم میگم، من دهنم قرصه. دکتر جونم بگو چی شده؟ من فکر میکنم دارم افسردگی میگیرم. من اینو امضا نمی‌کنم. چرا؟ من با این شرایط قرارداد امضا کردم. بایجان رو قبول نمی‌کنم. این شرایط شرایطی نیست. من باز ندارم. تو گوش کن آقای مدیر، شماره 11 رو بهت میدم، هر چی می‌خوای بهت میدم. بازوبندم مال خودت. آقا اجازه بدی اجازه بدی. من اصلا یک سال نمی‌خوام فوتبال بازی کنم. خب برم دنبال زندگیم بدون حاشیه. بایی جان لطفا آقای مدیر بیدن و اشتراکت تیم ما رو نجات بده. آقای مدیر گوش کن پژمان جان، به خاطر من، به خاطر گل روی آقا وحید، فقط یه سالا دلیلش چیه؟ چجوری بگم بهتون؟ زندگیم داره یه جوری عوض میشه. آقا خیلی ممنون، خداحافظ. ولی آدم های مؤدبی بودن و نه؟ انصافا مؤدب بودن. بعد قشنگ معلوم بود میخوان منو جذب کنن، یعنی تقیقت میخواستن منو جذب کنن. آره با بدبخت ها قوانین لیگه که دست بالشونو بسته. این قوانین لیگ خیلی دست و پا بنده. دست و پا گیره. دست و پا گیره. ولی مدیر عامله خیلی آدم مؤدبی بود نه؟ خیلی با ادب بود. من که ضایع نشدم.
نه بابا اصلا زایی نکردی اصلا مثلا برم بگم پژمان جمشیدی با این اوباعت و جایگاهش اومده تو باشگاه ما نخواستیمش و اینا نه بابا اصلا همه جای دنیا همینه همه جای دنیا همه جای دنیا همینه بابا همینه دیگه همینه چیه پس میام ببین این مدیر عامله موقع خدافظی بهمون کم معلی نکرد یه ذره بابا دیگه بنده خدا تا دم در پاشون اومد تا وسطای اتاق اومد نه ببین وسط اتاق نبود به در بیشتر نزدیک بود تا به میز یعنی کم معلی نیست؟ نه دیگه اگه به میز نزدیک بود میشد کم معلی ولی به در نزدیک بود در بود؟ آره بابا آره بابا میگم من وحید من خیلی طالب نشون ندادم نه عادی بودی عادی بودم عادی بودی به جوکشمون خیلی زیاد نخندیدیم یکم نه خیلی یکم اصلا بره بگه عروب پاچه خاری اینا خیلی به جوک من خندیدن و اینا ول کن دیگه پژمان بابا نخواستنه دیگه یه تیم دیگه واسه پیدا میکنیم بی خیال شو دیگه حالا نشده دیگه ولی من برم یه دو تا چک به این مدیب تو بابا بجا من طلبه کن دیگه بابا بیا دیگه شهر من کن بابا این مگه کیه درسته اومده تو فوتبال من تو میخوام من طلبش بیخ پشما بیخ اونجا چیه پشما جیگرکیه بریم یه دو سیخ جیگر بزنی خیلی حال میده ایوال تازه جوکش هم خیلی بیمزه بوده من اگه میدونستم آخرش منو ور نمیدارن عمرم به جوکش میخندیدم بعدم نبود تو مدی برنامه منی یا اون باز دوره قاطی بازی در نمیدارم باید میگم الان تو به جز من مشتری دیگه ای هم داری؟ یه چند تا موردی هستن ولی با تو هم فقط تمام وقتم یکی جنیدم چی میگو پشت سرت چی؟ میگوتش که تو مدی برنامه آقا فرشاد هستی فرشاد پیوز ولی دل و جگر خیلی حال میده ها او مردم چی میگن آقا فرشاد الان نزدیک 50 سالشه تو چرا باید مدی برنامه آقا فرشاد من دل و جگر رو آبدار دوست دارم آبدار باشه حال میده یعنی تو مدی برنامه آقا فرشاد هم هستی؟ به جون تو خیلی آماده است یعنی 4-5 کیلو وزنشو کم کنه از تمام فورواردهای لیگ بهتره سب کن ببین چارچوب شناس موقعیت شناس سب کن اینم چی میگی؟ یعنی تو الان مدیر برنامه منی و فرشاد پیوز؟ با حمید علی دوستی وای بابا لامستم حمید علی دوستی 20 سال پیش مربی من بوده بدنشو باید ببینی این جوانای 20 ساله میمونه خیلی با تکنیکه بیا بزن بزن دلجیگر خیلی حال میده آقا خدا حافظ قربون شما خوش اومدید آقا خیلی من قربونت برم به سلامت خوش اومدید آقا یه فال بخور از من اما یه فال از من بخور اما یه فال اما تو پژمان جمشیدی هستی؟ آره فال بده بینم تو پرسپولیس بودی نه؟ بله بله منم پرسپولیسی هم ولی داداشم استقلالیه باری کلا به تو آقا پژمان بی خیال بریم چیه؟ یکی دیگه بده پژمان بریم آقا من قرار دارم فدراسیون ها یه دقیقه وایسا دیگه با کی قرار داری؟ با عبدالعلی چنگیز یا شاروخ بیانی؟ اتفاقا عبدالعلی چنگیز دیدم خیلی هم بدنش رو فرم بود حتی بهتر بود چی میگه این؟ فیروزا جلال حسین اینجا بود از منم فال خرید کی؟ جلال حسینی اینو میگم فال بیا پولشم بهت بدم بیا باقیشم مال خودت ببینم عمو تو بازی های منو یادته؟ نه بابا چجوری منو شناختی؟ داداشم عکس تو چسبونده روی تخته تفنگ بادی هی با تیر بهش میزنه راستی عمو با علی کریمی آشنایی رفیقته؟ آره رفیقم داری شماره شما من بدی؟ دارم نمیتونم بدم چرا من چی میشه؟ عزیزم برای چی باید شماره علی کریمی رو بدم به تو؟ شماره شو نداری؟ بیا علی کریمی خب شعارشو بده دیگه نمیشه عمرن نمیشه چرا من چی میشه حالا آقا من تو راه هم دارم میام خب یه امضا شو مگه من امضا بگیره تو هم بچه برو بینم حالا من چی میشه نمیشه خودت برو امضا بگی چیه حسودیت میشه بهش خب من به چی علی کریمی باید حسودیم بشه به اینکه هم ازش امضا میگیرم
پسر جون من روزی 100 تا امضا میدم خودم. عمرن. بهت میگم امضا میدم. پسر بی ادب اصلا پولمو بس بده. بیا خودت. پولمو بده. بیا بریم بابا گنده بک. الان بهم پولم. برو بابا پیری استقلال سرورت سوبله چوبله. من گفتم بچه استقلالیه ها معلوم بوده برخوردش. شش تایی ها بابا برو بینم تو چی میگی این وسط. کیس اوکازیونه، نعبگی از کفت رفته، رو هوا میبرنش. حالا چون تو رفیقمی شاید بتونم راضیش کنم یه قرار با هم بزنیم. الان حالش نیست، بذار دفعه دیگه، اما بریم باشگاه. بدنش حرف نداره، یه گرم چربی اضافه نداره، تو فرم عین او پلنگ میمونه. من اصلا با هواپیما مشکل دارم، اصلا من نمیدونم چیز به این سنگینی چجوری رو هوا میمونه. این حرفا رو دشمناش واسش در آوردن. حاشیه کدومه؟ بربری؟ چی؟ الو صدا تو ندارم. الو مهندس. الو صدا تو ندارم. الو آها اومد بگو الو مهندس داری منو؟ بربری تازه. آقا من پیشنهاد میکنم اینو یه جلسه بیارم سر تمرین. قاطی قلمی یادم میمونه. آقا همین الانم از قهرمان باشگاه هند پیشنهاد داره، ولی چون شما رفیقمی کنفلکس. مهندس هند قطب آینده فوتبال آسیاست، ببین کی بهت گفتم. اینا رو برای من اس ام اس کن، میترسم یادم بره. کی؟ اون که 40 سالشه. مهندس انگار پولتو ریختی تو دور. نیم ساعت دیگه پیشتا. راه نمیتونه بره تو زمین. وعیدو بذارم دم باشگاه. میرم بانکو میام پیشت. قافونیت برم. منم دلم بزن تاکسی بکارم. اونو دیگه اگه میشه بذاریم برای بعد. آخه الان باش. میاو باشه. خدا چیزی نیست آقا، یه گربه بی خانمان بود. آقا شما حرف منو گوش کن مهندس جون، من پژمانو یه جلسه میارم سر تمرین. یه لحظه گوشی مهندس، یه لحظه گوشی. من دو دقیقه هم سر تمرین نمیرم، بهت هم گفتم فقط 10 دقیقه. عمرن بابا. خیلی خوب بابا، خیلی خوب بابا. الو مهندس، بعد گوشی دستمه. آقا شما فکراتو بکن، منم با این صحبت میکنم. من که بازیکن بد به شما پیشنهاد نمیکنم که مهندس جون. او یه استثناء بود. آه پرپاش که سالم بود مهندس، فقط هپاتیت داشت. ادعایی دارن این فدراسیونیا. باشه شما فکراتو بکن، اگه یه جلسه من پژمانو بیارم سر تمرین نظر دعوض میشه ها. 500 دار بهت نگفتم من تست میدم؟ کی گفت تست بده؟ لخشوی 10 دقیقه بوده واسش. بابا چرا متوجه نیستی؟ من پژمان جمشیدی با این همه طرفدار برم برای تو لیگه یک تست بدم؟ این مرتی که تا 10 سال پیش پوسترهای منو میزد دیوار اتاقش، حالا تیمدار شده نکبت. عزیزم هم غریبه که نیست، خودمون دوتایی. الان اگه میخوای بازی کنی باید تستم بدی، به سرمربی پورسانت هم بدی، تازه پسر مدیر عامل هم باید ببری کافی شاپ آب میوه هم بدی. همه سو آب میوه کردم. دست درد نکنه. آره خلاصه اگه میخوای بازی کنی باید کوتاه بیای. او وحید تو که میدونی من علی این چیزا نیستم، بازم میگی؟ بابا همین میگن خریدای خونه فتولا زادرم اون میکنه. کی؟ بابا. میاد بهش به جون خودم پاچه خواه. آره آقا بجمون داستان اینه. آه.
به نظر دافم کمتر نشده؟ آره. ایوان آقا پس برید، ولی انصافا بگو به شما خبر نداره. کجا برید؟ نشد. نشد؟ یعنی چی نشد؟ نشد دیگه، پیروز با مسعود قاسمی بستن. مسعود قاسمی نساجی؟ اون که همسن بابای منه دیگه. برای چی داری یه ساعت من بحث میکنی؟ تو دو ساعته داری با من بحث میکنی؟ با همه مدیر برنامه دارم، ما هم خیر سر اون مدیر برنامه داریم. لابد اگه من نبودم شما الان تیم ملی بودی. چرا نه؟ از این خود سویداری بهتر نیستم؟ نه که نیستی جان وعید، این تن بمیره بهتر نیستم؟ جان پژمان، این تن بمیره نیست. آقا تو اخراجی، مدیر برنامه من نمیخوام. باز قاطی کرد، باستا ببینم، باستا باستا، پشت با مرد که بایی گوشتو. حالا چه تیمونده بایی؟ هیچی بابا تموم شد. چی تموم شد؟ تموم شد دیگه، همه تیمو بستن. سنگیوان باف چی شد؟ از جوانان شما فریات جیروف بود. چی بود اون چی؟ منحل شد بابا، پول نداشتن کم آورد. شانس ما رو ببین، یعنی این فصل بدون تیم موندم؟ حالا ببینیم چی میشه، ولی واسه فصل جدید برنامه اساسی دارم واسه تا. هندم هنوز جواب نداده، خدا رو چه دیدی دیدی شد. چی شد اینجوری شد؟ چجوری؟ تو همین چند ماه پیش همه منو تو خیابون میشناختن، یهو دنیا عوض شد. خسته نباشید. مورد ممنون تشریف آوردید. میدونید که جریمش چقدره؟ قربان. خسته نباشید سرکار. سلام آقای جمشیدی. سلام. آقا ببخشید شرمنده، من نشناختم، عذرخواهی میکنم. شما هم دارین بالاخره وظیفتون رو انجام میدید. خواهش میکنم آقا، این جریمتون مهمون خودمید، اصلاً میرم پرداخت میکنم. اینجوری نمیشه سرکار. خواهش میکنم، شما کلی گردن ما حق دارید واسه این مملکت افتخار آفرینی کردید. نه بابا اینجوری هم نیست. کاری نمیکنید. نکنید آقا، شما خیلی گلید آقا، ما ارادت داریم. اسم شما چیه سرکار؟ من سجاد قاسمی هستم. سرکار قاسمی جان دلم ممنونم. آقا یه دقیقه اجازه بده برم بالا کارمو انجام بدم. آقا نمیشه، چرا بحث میکنی با من؟ من خواهش میکنم. آخه داداش گلم وقتی مسئولش نیست پیش کی میخوای بری شما؟ من امروز باید کارمو انجام بدم. نیستن. خواهش میکنم ازت. من خواهش میکنم بهت میگم آقا برو بشین. برو بشینم چیکار میکنم برات؟ این نگاه میکنه منو. سلام. سلام آقا، جلسه هیئت مدیره است تعطیله. سلام آقا جمشیدی. حال شما خوبه؟ سلامت. سلام آقا جمشیدی. خیلی مخلصیم آقا. خوب هستین؟ مرسی. آقا قدم رنجه فهمیدین شرکت متشوردین. کارتون چیه؟ یه امضا پی میکنم این. رو چشم، چشم آقا جمشیدی، چشم آقا بریم. من طبقه دوم. آقا بهش میشه عکس بندازیم هم دیگه؟ الان نه. من عاشق این تطلع شما هستم. چقدر آشناس بچه‌ها، این کیه؟ چی میگی؟ همینن بغل دستیه، نگاش کن. آشنایی؟ بابا این پژمان جمشیدیه دیگه، بازیکن پرسپولیس. گلشون به گرجسا یاد دی. پژمان جمشیدی بازیکن پرسپولیسه. بابا دمت گرم پژمان جون، کجایی بابا؟ می‌خواستیم ببینیمت. آقا پژمان خیلی چاکریم ما. نه بابا. سبزا، خودم می‌بینم. صفحه اول چند؟ نه بابا کوچیکترینش؟ صفحه اول 350 تومن. صفحه اول چی؟ تسویت دیگه، واسه پدرزن کمالی سایپا. بابا حالا الان لازمه حتما. بزن همون صفحه دو، چیز سنگین میخوام محمد جان.
تسلیت خالی نمیخوام. آه همین خوبه. در بیکران قمت بوتورم. بوتور چیه؟ دارید نموشم. همینو بزن محمد جون. فقط پژمان جمشیدیشو دروش بزن. دست درد کنه. میام حساب بکنم. چاکرم. خداحافظ. 180. بابا آخه کمالی کیه من 180 تو هم بهش تسلیت بگم؟ چی کار داری کیه؟ الان فقط اینجوری میشه اسم تو رو چپون تو روزنامه ورزشی. آقا ایو الناس من چجوری به این بگم این اخراجه؟ آقا شما اخراجی؟ بفرما پایین. فایده ای هم نداره وحید جان. هر دفعه ما سر این موضوع بحث میکنیم تو داغ میکنی. آقا پژمان اسمت نباید از یاد ملت بره. حالا هر طور شده، صفحه تسلیت، صفحه حوادث، صفحه آگهی هاست، هر چی از دل برود هر آن که از دیده برفت. آقا پژمان بشین بابا، ماهیانه داریم کلی پول آگهی میدیم، آخرش هم هیچی به هیچی. واسه این که از یادها رفتی. ببخشید آقا. یادشون نمیره آقا. بله سید خاندم از کدوم مربت بدیم؟ من چه میدونم خانم، من راننده تاکسی ام. بفرمایید. وحید حرف بزنی میزنم تو دهنت. تو چاکر آقا ولی میام تو میبینم. اینم 180. 150 و قبلی مونده. کدوم قبلی؟ بابا تبریک آقا فرهاد واسه سرمربیگری. ایف تبریک. یه زنگ ازت تشکر کنم. آقا وحید پولام تموم شد. آقا یه دو دقیقه صبر کن. دو دقیقه بابا. آقا چی میشماری؟ واسه که تو بلد نیستی بشماری. بابا چی میگی؟ چی میگه بابا؟ واسه چی بوق میزنی؟ بیا رد شو دیگه. آقا رانندگی بلد نیستی نشی باشه فرمانکاری چی؟ یه دفعه میشناسه. بابا چی میشناسه؟ این چه طرز حرف زدن آقای جمشیدی؟ شما که گل ملی داری، شما که تو پرسپولیس بازی کردی، تازه با آقای کریمی هم بازی کرد. این طرز پار کردنه. آقا 100% حق با شماست. من هی میخوام بیام شما رو ماچ کنم، نمیذاره. آقا وحید بیایید خون بزنم ماچشون کنم. آقا ببخش. بخشیدیم. بفرمایید. گندی زدم وحید. بشی بابا آبرومونو بردی. اشتباهی میکنم با تو میام بیرون. بس. بیا 10 اضافه دادی. بابا آقا شهرام کم پیدایی؟ من رفتم فعلا خدافظ. ببخشید. سلام آقای کاظم‌لو، حال شما چطوره؟ به به، سلام آقا پژمان گل، تو زحمت افتادی. انجام وظیفه است، خواهش می‌کنم. خانواده خوبن؟ خیلی زیاد سلام دارم. چرا این شکلی شما؟ با هدیه قرار داریم؟ با اجازت رو میخواییم بریم یه دوری بزنیم. آفرین، ورزش رو ول نکن. ورزش که حتما، ولی الان داریم بریم یه دوری با هم بزنیم. اینم خوبه، اینو بگیر، الان صداش میکنم. هدیه جان، آقا پژمان اومده دنبالت. سلام هدیه. به من میگه پنگور. اینم خوبه. راستی آقا پژمان، خوب شد دیدمت. یه کاری باید دارم. یه دقیقه وایسی الان میام به دیگر. چشم. اینا رو برای ما آوردی، دست درد نکنه. اینم خوبه ها. چاکر آقای پژمان جمشیدی هم هستیم. مخلصیم. آقا دیگه بازی نمی کنی؟ من معصومم. تیم استیلازی چی شد آخر؟ والا من خبر ندارم. خبر نداری؟ آقا پژمان قربونت بشم، دورت بگردم. یا رو این شیشه های من میگیری؟ خیلی کثیف شده. یا بگیر دست درد نکنم. ممنونت میشم. جلو رو بشوریم. ممنونت میشم. از جلو شروع کن.
آینه شیشه بقید شیشه عقب هم بگیر شیشه عقب هم بگیر کل ماشینه بگیر دست در نکن پنجمان جان این دست شما رو میگوسه این چیه؟ خلافیه دارم ماشین رو میفروشم دیگه به سلامتی سرت سلامت باشه خلافیم شده 1200 خلافت سنگین شد آقا کاظم‌لو بابا مال این طرح ترافیکه بی انصافه همه جا دوربین مربین کار گذاشتن نمیگن آدم گرفتاری داره اینو برام درستش کن درستش کنم؟ خب کمش کن اگه بتونی صفرش کنی که خیلی بهتره صفرش کنم اینو؟ گیتی تا اینو دید ناراحت شد گفتم گیتی جان ناراحتی نداره داماد ما پژمان جمشیدیه یه مملکتی روش حساب میکنن یه کار خلافی رو صفر کردن که واسه اون کاری نداره بله مشکلی نیست اگه خیلی سختته اصلا بدش خودم آقای کاظم روی چرفیه میزنید شما اینو صفر شده بدون فقط رئیس راهنمای رانندگی اسمش چی بود؟ رئیس؟ نمیدونم متاسفانه مهم نیست اینو شما صفر بدون از همین الان تمام ما تا تو رو داریم خیالم راحته پژمان جان قربونتون برم اگه بتونی یه طرح ترافیکم برای من بگیری یا نور علا نور میشه حالا پس ببینم چی کار میکنم ای بابا شما آدم معروف و هر کاری بخواید میتونید بکنید یه خلافی صفر کردن که کاری نداره واسهت پنگوش چه رنگی چی؟ هیچه بابا شوخی کردم خیلی هم جدی گفتی آخه مگه میشه هدیه من از تو بدم بیاد بابا شوخی کردم دیگه ببخشید مگه من پنگولت نیستم میبخشی هدیه من امروز میخوام راجع به یه مسئله مهمی با حرف بزنم اون تیم ملوان بود من با اون به توافق نرسیدم یعنی امسالم تیم ندارم میدونی معنیش یعنی چی؟ پژی اگه از رنگ پوستم خوشت نمیاد بهم بگو ما باید به سلیقه هم احترام بذاریم مگه نه میخوایم یه اون با هم زندگی کنیم پنگول این تونو دوست نداری؟ من که بدم بیاد و این رنگ خودت هدیه بهتر بود الان شبیه هیولا شدی نه از این هیولا هست تو کارتون با مزه و با نمک و قشنگ و به من میگی هیولا؟ به من میگی ترسناک؟ میخوای بگم ترسناکی؟ آره میخوای؟ خواهرت ترسناکه راجبه خواهر من درست صحبت کن برو خواهر ترسناک ترسناک داییته دایی من؟ فوتبالیست بازنشسته اوتی آدم فوتبالیست بازنشسته اوتی باشه بهتره تا شبیه حاجی فیروز باشه پشمان دیگه نمیخوام باید زندگی کنم من نکنم معلومه که میبرم من دیگه نمیخوام ببینم الانم دور میزنم میبرم در خونه بابا معلومه که بعد ببری من پس با این لگنت میخوای منو بگیری نکنم میبرم اتمی الان نه ببر دور بزن دورشو نمیزنی خیلی باله حال کردی آقا ببخشید دو تا قهوه دیگه اگه می شما بدین چلیدی شد رو میگوی با هم یاسین اما نه بپرس بیا خیلی شاخه اینو داشته باش اینو داشته باش بپرس همران چی هست مگه حالا بخونش مسخره اینو میگید وایسا من یه دونه با حال نام الان برات میفرستم وای وای چیزی لازم نداری نایی جمشیدی؟ من خیلی ممنون اینو ببین
ببین هدیه، من باید باهات حرف بزنم. صورتم افتاده؟ دیشب خیلی کم خوابیدم. داریم میریم خونه یه ماسک الوورا برام بخر. خوب هدیه صورتت خیلی هم خوبه. راستشو بگو، من شهامتشو دارم پشی. این قضیه اصلا به تو مربوط نیست، به من مربوطه. پنگون صورتت افتاده؟ هدیه من با ملوان به توافق نرسیدم. بهتر شهرستان بری که چی بشه. آره خدایش خیلی هم سخت بود، ولی دیگه تا آخر فصل تیم ندارم. خاک بر سرم. نه حالا اینقدر نگران نشو. هانی و نویان دارن از هم جدا میشن. من گفتم اینا رابطهشون خوب نیستا، نگفتم؟ آره حالا کدوما بودن؟ تو مهمونی روشا. اون دختره که پاشنه کفشش دو وجب بود با اون پسر قد بلنده، همون دختره که صدا چیغ و مزخرف بود؟ بله من از اول گفتم این هانی آدم حسابی نیست. بله. خز و خیله. تو مهمونی دیدی چقدر به همه بد نگاه میکرد؟ تو که گفتی دختر خوبیه. کی؟ هانی؟ هانی پسره، دختر نویانه. عجیبه، دقت کردی جدیدن چقدر اسم قاطی پاتی شده؟ هانی به نویان گفته میرم استخر، بعد پیچونده رفته خونه متین. اوه متین رو میشناسم، متین اون دختر سبزه. نه اون متین که نه، اون پسره که سیبیلش باریکه، گیتار میزنه اون. حالا رفته که رفته، چه ایرادی داره؟ به نویان دروغ گفته، میفهمی؟ آرمیتا اینا رو به من میگه ها. آرمیتا اسم دختره ها. معلومه. چطور؟ همینجوری میدونستم. بیشور زودم رفته تو پیجش سینگل کرده. چقدر بد. هدیه من با ملوان به توافق نرسیدم. تفلی همین یه هفته پیش براش یه هدفون خریده بود 1,000,000 تومان. هدیه میذاری من حرفمو بزنم؟ وا چرا اینطوری میکنی تو؟ بیعصاب. ببخشید آخه من امسال میدونی چیه، امسال من نمیتونم که اونجوری که باید و شاید. وای عزیزم بابا احلوات حسیدم. بی تربیت لوس. دیروزم در خونه همسایم و نیرو پی بچه رو همینطوری کشیدم، بعد همینطوری برخورد کرد. من نمیدونم بچه هاشون رو چجوری تربیت میکنن. لوس و بی ادب. آن تو داشتی یه چیزی میگفتی، بگو. همین دیگه هدیه، من امسال یه جوری شده که داره زندگیم عوض میشه. میفهمم. یعنی چی؟ یعنی اینکه من الان 1.5 سال دارم از جیب میخورم، 6 ماه دیگه هم همین روند ادامه داره. تیم ندارم، درآمد هم ندارم. فدای سرت. پول چرک کف دسته. چرک کف دست. من نمیدونم کی این ضرب المثل رو میسازه. هدیه من دارم بی پول میشم. دوربین مخفیه کجاست؟ دوربین مخفی چیه؟ من دارم جدی میگم هدیه، پس اندازم زیاد نیست، بعد یکم از خرجامون کم کنیم. تا 1 سال دیگه هم همین روند ادامه داره تا من یه تیم برای خودم پیدا کنم. دوربین مخفیه. هدیه من دارم بی پول میشم. هی به پژمان میگم از این تخم مرغای پاکدار بگیر، باز از اینا گرفته. بس دیگه ساکت باشین. چی کار میکنم این همه ساعت فکر کردین؟ بیره غذاتون بخورید ببینم. ایلا بردیا کوشن. ایلا بردیا. ایلا 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 روان منه به هم ریختی بچه شیطون. بیا برو غذاتو بخور. بردیا باز با قیچی افتادی به جونه اینا. پاشو ببینم آخه نمیدونم دستتو میباره وامونده. لباساشونو خدا خسته شدم از دستتو، تمام ناخونام شکسته. رومینا تو اینجا چی کار میکنی؟ اینو بریز رو این ببینم. مگه قاشق نذاشتم برشی دارید با نون میخورید ها؟ کیانا عینک روی سرت کو؟ بلد نیستی خانوم باشی؟ پیلاتس هم امروز نرفتم، بذار بابا پیجی بیاد. میگم حساب تک تکتونو برسه. سلام برد بابا. چطوری؟ مشخاتو نوشتی؟ آره خوبی؟ سلام گلای من. سلام زندگی. سلام چقدر امروز خسته شم. چرا یه تیکه من شلوغ تو خونه؟ وقت نمی کنم که. ببین بابا چی پیدا کردم. چی؟ دمپایی اصلا
پنگو اصله داد نکنه اسیسا ژاپنی است نوشته است شدی مارک دیگه ای بگیری برو تو 38 39 40 40 بابا دولت فشار دیگه چه 50 تا طرف تو همش سوله پیشم تو منو میگیری منو بچه میذارم مرا خسته شو بارو باشو بچه را باشو بخورم بابا تو باشو بیا پنگو بیدم باشو بری برو برو تو بیا در نمیرم برو برو خونه ببرم پیجی یعنی قرار فقیر باشی؟ نه بابا هدیه ما فقط قرار یکم کمتر ولخرجی کنیم خیلی ممنون بیا مخارج زندگیم این روزا انقدر بالا هست آدم نمیدونه پول چجوری میره باقیش هم برای خودتون یکم باید بیشتر صرفه‌جویی کنیم همین پس یعنی ماشین 2013 ها؟ متاسفم فعلا باید با همین 2010 سر کنیم بی‌تربیت پررو بیشتر تربیتش کنی اشکالی نداره پشی 2010 هم خیلی بد نیست من دختر بسازیم همین اخلاقاته که منو دیوونه خودش کرده تو زن زندگی من زن که فقط مال دوران خوشی نیست البته اینو بهت بگم ادیا من هنوز منتظر خبر هندم اینجوری نیمونه فقط میترسم از اینکه درست بشه نمیدونم دوری تو رو چجوری تحمل کنم یعنی اتاق هفت میتونی بخری؟ اتاق هفت با 2013 قیمتش چه فرقی میکنه؟ فدای سرت من میسازم کیو میسازی؟ با فقر و نداریت میسازم آفرین زن زندگیم داغون کردی دختر این چه طرز رانندگیه اوه حالا خوبه لگنه آقا چه خبره آقا زده ماشین رو داغون کردی آقا یه لحظه وایسا رانندگی برای نیستی نشه باشه فرمون آقا وایسا برو بابا به رانندگی یاد بده پژمان با همه این نداری ها ساختم و صدام در نیومده هر کاری کردی تعامل کردم ولی دیگه تعامل نمیکنم نمیکنی که نکن منم نمیکنم ازت متنفر شدم اصلا نمیکنم آقا اصلا نمیخواد آقا حالا سر ماشین فدای سرت آقا چیزی نشده ماشین نمیخوام ببینم دیگه برو خونه بدنت آقا شما بفرمایید بزا برو آقا بیا یه رنگ آقا بفرمایید آقا برو خونه بدنت بودو آقا من گذشت میکنم آقا شما بفرمایید دیگه نمیخوام ببینم من دیگه نمیخوام ببینم از از متنفرم میفهمی آی هجیو میفهمی یعنی چی؟ اصلا دوشم که همه تو دیگه دنبال بازیکن خارجی هم ای قریب پرست ای ماشینتون آمده است مرسی چی شد آقای جمشیدی؟ یه زمین قهوه پری تو گلوم چقدر شده یعنی؟ اجازه دارید 2,250,000 تومان البته قابل شمار هم نداره قیمت ها رفته بالا؟ بله خب همین آینه بغل ماشین شما سال پیش میگرفتیم حدود 1 تومن الان شده 2 خورده ای آقا همه چی یهو با هم گرون شده همین تعویض روغن شده 400,000 تومن ای بابا امان از این تحریما همین روغن موتور خارجی مگه تا 2-3 ماه پیش چند بود البته ما میتونیم روغن ارزون قیمت هم بریزیم تو ماشینامون ولی مشتری ما همیشه بهترینا رو اما میخوان دقیقاً بهترینا خود شما اگه بهت میگفتم روغن موتور ارزون بریزم تو ماشینت خوشت میومد اصلا فکر کن خیلی بهم برمیخورد حالا بازم خدا رو شکر ما دستمون به دهنمون میرسه بعضمون بد نیست خدا رو شکر گفتیم پس 2,250,000 تومان البته قابل شمارم نداره مخلصیم بفرمایید خانم واسقی تشریف میانه لطفا رمزتون لطفا 1,2,3,4 شما کجا میدونی؟ دفعه قبل که اومدیم بهم گفته بودین حافظم خوبه پس با اجازتون 1,2,3,4 یادتون میمونه؟ بله یادم میمونه خب آقای جمشیدی چه خبر از دنیای فوتبال؟
والا دیگه خودتون دارین میبینین دیگه این وضع باشگاهامون و تیم ملیمون و یه سری بی‌تعصب میرن تو زمین راه میرن آقا. ای بابا آدم اصلا رغبت نمیکنه دیگه فوتبال تماشا کنه. اصلا زمان ما آقا ما فعل خواستن رو بد جوری صرف میکردیم، میرفتیم تو زمین سرمون رو جلو توپ میذاشتیم. بیا اینا شما ببین نشون بدم نگه دروغ میگه. اوه اوه استوک دفاع بله، حالا اینو ببین. اوه مثل چی کار کردی با خودت؟ من نکردم، بازی که گل ملی زدم دفاع اونا این کارو کرد. دکتر تیمم اومد گفت تو با چجوری با این پا بازی کردی؟ گفتم تعصب. گفت باری کلا به غیرتت، باری کلا. اینجوریه. چرا دیگه بازی نمیکنی؟ آقا اینا با امثال من مشکل دارن، چون من از این رو بار حرف زور که نمیرم. بعدم این که مربی ها دوست ندارن یه بازیکنی تو تیمشون باشه که بی سوادیشون معلوم شه. علی به من میگفت بار کریمی؟ نه آقا علی دایی چندین بار به من گفته بود اینا با امثال من و تو مشکل دارن. من نمیفهمیدم چی میگه. ای بابا عجب دور زمونه ای شده. البته الان یه صحبت هایی کردم با قهرمان باشگاه هند، دارم روش فکر میکنم. هند؟ بله هند هم مگه فوتبال داره؟ ای هند آقا دو سال یه قطب فوتبال آسیاس. ببینید کی بهتون دارم میگم. عجب. بله ببخشید تو کارتتون موجودی به اندازه کافی نیست. رمزشو درست زدی؟ بله. یک دو سه چهارا؟ بله. باز نمیدونم من با این چی خریدم. چک می‌نویسم براتون. بفرمایید بشینید تا چکشو بنویسم. چقدر گفتین؟ 2,250,000 تومان. پس به سلامتی عازم هند هستین. حالا باید فکر کنم دیگه، معلوم نیست چون پدرم هم نمیتونم تنها بذارم. اینو درست نوشتم؟ صفراش. نه دیگه یه صفر زیادی گذاشتی. بابا این صفرا همش رو مخن ها. این میشه 22,500,000 ریال. منم همینو نوشتم. نه خیر شما نوشتید 20,200,500,000 ریال. ای بابا شما خودتون بنویسید من امضاش میکنم. من کلیوم با عدد و رقم مشکل دارم، اساسا نمیدونم این ریاضی از بیخ برای چی اختراع شد. جالبا بچهای فوتبالیست همهشون یه جورایی با ریاضی مشکل دارن. بچهای شما خیلی میان اینجا. اتفاقا همین پریروز آقای خسرو حیدری اومده بود همینجای شما نشسته بود. خسرو حیدری کدوم بود؟ خسرو حیدری چطور نمی‌شناسی؟ هافک تیم ملی استقلال. من آقا هافک کناری فقط زرینچو و محرمی رو می‌شناسم. این جدیدا که فوتبالیست نیستن. بعد میگم آقا. نه خب راست میگی. خدمت شما. با اجازهتون. آقا گفتی ماشین هیدری چی بود؟ یه ماشین مدل 2012 داره، آورده عوض کنه 2013 برداره. منم فکر کنم وقتشه دیگه ماشینمو عوض کنم. میخوای ماشین هیدری رو بردارم برات؟ نه آقا ماشین هیدری رو سوارشم، یه ماشین بهتر میخوام. یه 2013 عروسک دارم تو نمایشگاه، میخوام اونو وسط بردارم. نه 2013 دوست ندارم، مال تازه بدون اون رسیداست. پشو یه چند تا ماشین تو نمایشگاه ببین یکیشو بردار. آقا الان که به نظر من وقتش نیست. جان برای الان زشته یه ماشین 2010 زیر پات باشه. آخه الان الو بایی سلام چطوری؟ الکی بگو جون پشما، بگو جون مادرم کجا هست؟ بابا یخ کنی بابا نگه این چشننگی ها بینمکن ها. یعنی تیم تو زمین برای من نیست؟ بدونم فضا کجا؟ فضا؟ آه فضا، فضا شماله؟ چه میدونم من؟ آه دست چنده؟ چند؟ سه؟ من برم دست سه بازی کنم. دیوونه شدی؟ به جانشم چی بره دست سه؟ اصلا صحبتش هم نکن عمرن آقا کنسلش. جدی؟ کارخونه لبنیات؟ نه بابا ایوان میزن توضیح بده. آخه آدم اول زندگیش دروغ به این بزرگی بزنش میگه مجبوری بهش دروغ بگی. تو که میدونی من دوست ندارم از شهرتم سوء استفاده کنم. کسایی مثل آقای دایی، آقای خداداد عزیزی، آقای جمشیدی اینا کسایی هستن که از زندگی و جوانیشون گذشتن واسه شادی این ملت. یوکن میاو قلبش سنگه مطلق بگه جوابشو میدم پر روی کنه پر روی میکنم
واقعا گلی. خوب هستی هدیه خانم؟ عزیزم من یه عمری براش از کوچیکی غذا کشیدم. قربونت برم عزیزم زحمت میشه. مشکل نه قربونم چشات برم خودم میشم. من میشم. خوش حرف زدی. خیلی زیاد. خب بریم تماشا نذاریم. خدا به خیر بگذره.